به 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 چه غوره هایی، چه غوره هایی خاله. خاله جون هر یک کیلو غوره تقریبا چقدر آب غوره میده؟ نه هر 10 کیلو 3 تا میشه بلوکی. هر 10 کیلو 3 تا لاکی میشه، یعنی 3 تا 1.5. پس کار خیلی سختی نه اون چه غوره؟ بس چرتم دو اینه، بستگی به غوره هم داره. بستگی به غوره هم داره، آب داره یا کم آب، ولی باز کار سختی در کل. 10 کیلو 4 تا دنه، اگه چی بشه آب دار بشه 4 تا دنه، نه 3 تا. 3 تا میده. خب دوستان اومدم خونه خاله خورشید، قرار امروز رب غوره بپزه. غوره رو که دیدیم میچینیم آبشو میگیریم میشه آب غوره استفاده میکنیم. اما خاله گفت چی؟ با سلام خاله جون، منم ممنون با اون هفت. آره آره خاله جون باز شد. باشه باشه میام خاله جون دیگه. ارزه وقف میزنیم واسه با توفالهاش رب میپزه. بریم آموزش ربشو بگیریم. من اینجا نگاه میکنم اینو خیار میار نداره. اینه مفتوخ خاله. خب خاله خورشید تمام حیات بیرون خونش هم کرده، یه خیار داره کوچولو میبینین، تمام حیات بیرون خونش هم کرده گل و خیار و گوجه و سبزی و اینا، ولی خب متاسفانه خیار نیست. بکنم پسر خاله میلاد همه رو خورد. بریم بالا. سلام خاله، خوبی؟ چه خبر؟ پلا چقدر قشنگ شد؟ فرشش رو عوض کردی؟ آره چه خبر؟ حالا قشنگ شد، خیلی قشنگ شد. دست درد نکنه، خوبی؟ سلامتی؟ سلامت خاله. ممنون. مهراد هم خوبه؟ زهرا خوبه؟ خودت خوبی؟ سلامتی؟ پسر خاله میلاد نیسته؟ شرف خانم خوابیده؟ او خاله جون آب غرور آب گرفتی اینا؟ نیسته نکنه همین غرورایی که خونه مامو زود چیدیم و اینا یکم هست هنوز. خاله جون آب گرفت شد اینا، ببینین آب غوره. خاله جون تو آب این غوره رو گرفتی شد این آب غوره. خب چرخ گوشت بایتمو با چرخ گوشت گرفتی؟ آره. از اینجا بشتم اونا رو بخون برسو. بعد این توفالهشو چیکار کردی؟ توفاله رو گیم پازم الان. این پختی نه؟ آره. پختنش روش خاصی داره یا اینکه نه همینجوری گذاشتی؟ همینجوری بشتم تفکم بافتم لبن. له شد اینجوری بشه. آقا این دوستان اینجوری بشه اوکی. له بای الان بر دست هستم داره هنوز. دستم آب و هستا توفاله رو میگیری؟ آره. اون شاتش که من روپ درست کنم. با شاتش روپ درست. بریم ببینیم چیکار میکنیم. باشه. خاله گیر داده که قبل از شروع کردن کار باید برات شربت زلزلک درست کنم. زلزلک جنگلی. نه بهش میگن زلزلک خاله. منم گفتم نمیخواد. خاله جون گفت نه. باید بخوری. اینی که داری میریزه تو عرقه. اما نه اون عرق. اون عرقه شما فکر میکنی نیست. عرق با نارنج توش ریخت. واه نگاه کنین شربت چی شده. عطر بانانان جدام داره دیوونه میکنه. تو این گرما واقعا میچسبه. به 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 عرقه کار خودشو کرد. چه چیزیه؟ دختر خاله نسرین هم بیدار شد که اومد کار زودتر رو بندازیم، زودتر کار انجام بشه، برای شما روب بپزیم. اونم چه روبی؟ ترمه هم بیدار شد اومد. ترمه پس دختر پسر خاله میلاد واقعا بی‌نظیر. حتما شما امتحان کنیم. خب خاله جون قبل از اینکه بریم سراغ پخته رب انار، اینو گفتی این سماق گفتی با انگور درست کردی. من خوردم واقعا هم دوستان بی‌نظیر بود، اصلا با کاوکوبیده خیلی میچسبه. اینو چجوری درست کردی؟ این انگور گیم تو تختور رو باید برای ریز من آبشو گیم. آب انگور رو میگیریم. بعد سسش هست نه بالا اما توفالشه. توفالش رو آفتاب فرخش کنم. آها مثل اون رب نمیپذیش. نه برای خشکش. خشکش میکنی. خشکم که خوش بیاد تخم با پوستش جدا کن. دستم جدا کنه. پس ریزم جدا کنه. بعد اگر زیاد بیم که خورد نه اینا من توی خورد کن بر این شکل دریام. نگاه کن بشه خشکتی قرمز بود. پس بعد اینکه خوش شد، من توضیح بدم، بعد از اینکه خوش شد آره. دست میکشیمش آره. هسته و پوست جدا میشه آره. بعد میریدیم تو خورد کن خوردش میکنیم آره. خورد کن میه بعد بونه این میشه این توی کوکو روی سالاد توی توشی بعدش روی کباب ادویه شد دیگه. اصلا با کباب کوبیده عشق بیشتر آره. از خود سموق اصلی هم میچسبه آره. بریم حالا پخت رو با یاد بگیریم. باشه. خاله جون الان با دست همچین فشار میدیم تا توفاله و تخمش از آبش جدا بشه. آره آره. کدوم رو تفت میدیم، بالایی رو یا پایینی رو؟ پایینی رو. آه اینه. آه اینا رو ترمه خوبی؟ آره ترمه داره قشنگ ترمه تازه بیدار شد داره یاد میگیره آشپز آینده. آره این هر کارو من میکنم این میکنه در قلنسی بلد بلد آره استادی
اینم خود آب قوره است که خاله انباشو گرفت اینجا گذاشت. ببینین یه دمی میگه من بخورم. حالا این آب قوره رو بخورم؟ مریض میشه. آره زیادیش ضرر داره. فشار خیلی پایینه. گفتی برای شیا خوبه؟ برای فشار، چربی، خون اینا خیلی خوبه. آب قوره واقعا بی‌نظیره. قندم میاره پایین. یکم بخورم ببینم چه جوریه. کلاً دوستان ما همیشه تو این فصل تابستون دیگه. الان تو چه ماهی هستی خالجی؟ ما یادم رفت. تیر ماهیم. خورتی خرداد ما تیریم. نه آره. تیر ماه که میشه انگور میچینیم و آب و قورهشو میگیریم برای خورش این استفاده میشه. خاله دیگه خیلی هنر داره. نگاه کن باش سماق درست میکنه، رب درست میکنه و اینکه بی‌نظیر میشن. خیلی ترشه ولی فشار و خون و چربی و اینا رو خیلی کنترل میکنه. البته کمش، نه اینکه زیاد بخورین این دفعه بیوشین. مگه نه خالجی؟ حاجین آبشو میگیریم میریم برای ادامه کار رو. دسته این تحگل بچه دوم آمین هست. سلام تحگل. تحگل کبوتر چی میگه؟ کبوتر چی میگه؟ حاجین اینو الان خالی میکنیم توی قابلمه درسته؟ قابلمه کم نه تو برای رشنگ کف دادم سفت دادم. سفت بود. چقدر معمولا میپازه؟ چقدر زمان میبره؟ زمانش بستگی به دلخواه هست. دلخواه. آره چقدر خون سقلیز در بیاری. یعنی هر چی میخوای میتونی بپزی. یه جوری این خودش همین الان آماده است. درست یه تری تفت کوچولو بخوره. آره آماده بود. آماده است. آره بعد من دقیقاً به کاسه دقیقاً شیشه دل گرمگر داغسه. داغ داغ بریزیم تو شیشه. شیشه آره سر مکم در بنیم یا بنیم قابلمه آب و جوش دل جوش بخره کلون با دیگه خراب نشه. آها خراب نشه. خالجون قلیون خیلی بد میاد و بغل قلینه. قلیون آره. نمک چی خال جون؟ یه کمی نمک هم توشه، یه کوچولو نمک هم توشه. نمک هم میشه توش اضافه کرد. یه کوچولو. آره. تو اضافه میکنی یا اینکه مثلا دوست داری؟ آره. حتما من دارم. حتما میز. خاله گفتی با داغ داغ بریزیم توی ظرف. آره. آره این سرد بشه سفت میشه، سفت‌تر میمونه. چرا با داغ داغ بریزیم توی ظرف؟ بخاطر اینکه بخار داره هواش بعید بونه دیگه کفک نذاره. آها، روش کپک نمیزنه. پس اون بخاره گرمای بخار باعث میشه که تفک نزنه کار و برای تو موندگاری بیشتری داره. درست خال جان؟ این دفعه موقع خالی من چه روب بیشد. به 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 خب پرش خال جان چطورشیش؟ موارد استفاده چالجون بس گفتی توی بادمجون، توی مرغ و خیلی برای مرغ هم یه جوری برای سلامتی مفیده، هم که غذا رو خیلی خوشمزه میکنه، از بیه بی‌نظیری، یعنی رب بی‌نظیری. واقعا خالص من ربشو تا حالا ندیده بودم. آب قورو اینا رو که هر سال میگیریم ولی خب ربشو تا حالا ندیده بودم. دمت گرم، دمت گرم. خب اینم از محصولات خالجون توی قاب. خالجون دست در نکن، خیلی خسته شدی و اینکه به همین راحتی، حالا راحت هم نبود، بخش چیدن قوره و آب گرفتن و ایناش خیلی سخته. آره سخت بود واقعا. دیدی تو فیلم ما خودم جو بودم، واقعا هوا گرم بود، سخت بود چون همش تو تابستون قوره میرزه. ولی خب یه چیزه، شما مثلا قوره رو اگه بیرون بخرین، این انگورا رو خب بیرون میتونین بخرین، دارن همه جا. حتی انگور بی هستش هم هست خالجون. عسکری میگن انگور عسکری. حالا نمیدونم تو کشورهای دیگه شما دارین میبینین اونجا هست یا نه، اگه ببین بگین حتما اونجا قوره دارین یا نه، کامنت کنین. و اینکه خیلی مفیده، اگه هست با این روش درستش کنین، تو انواع غذاتون استفاده کنین به جای رب گوجه و فلان، نمیشه استفاده کرد. بی‌نظیره، بی‌نظیر، خوشمزه، اصلا عالی. و اینکه خود سماق و ایناش هم میشه نگاه کنین، این سماق و اندونه های انگور و اینا رو میتونین خودتون جدا جدا استفاده کنین، آبش هم میتونین استفاده کنین. بی‌نظیر. خالجون یه دونه اینم داد به من. دست داد نکنه خالجون، شرمنده میکنی. دست داد نکنه. عاشقان دوستان عزیز، لایک کامنت سابسکرایب فراموشتون نشه. تا دیدار بعدی، بدرود. خالجون دمت گرم. خدا حافظ.